مراسم جشن میلاد پیامبر اکرم نمادی از ابراز ارادت مسلمانان به رسول خداست که در طول تاریخ به عنوان یکی از بزرگترین مناسبت دینی توسط پیروان مذاهب مختلف اسلامی برگزار شده است. این مراسم در ماه ربیع الاول سال روز ولادت پیامبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله از هند تا خاور میانه آفریقا و حتی اسپانیا گسترش یافته است به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید گزارشی جامع در روزنامه هندوستان تایمز بیانگر این واقعیت است که جشن میلاد پیامبر اکرم در طول تاریخ و در جوامع مختلف اسلامی با تفاوت‌های چشمگیری برگزار شده است. در این گزارش آمده که سلسله شیعه فاطمی اولین کسانی بودند که به صورت رسمی به برگزاری جشن میلاد پیامبر پرداختند و این جشن به مرور زمان در سراسر سر مصر و سپس در کشورهای دیگر اسلامی گسترش یافت. در این مراسم علاوه بر نماز و تلاوت قرآن سخنرانی، اطعام نیازمندان و برگزاری جشنهای مردمی نیز رواج داشته است. این مراسم در مصر و سپس در کشورهای دیگری مانند سوریه، مراکش، ترکیه و اسپانیا نیز برگزار شد و مسلمانان در این مناطق به اشکال مختلف آن را گرامی داشتند. در برخی از این مناطق تحت تاثیر آینهای صوفی این مراسم به شکل گسترده تری برگزار میشد شد و شامل قربانی کردن حیوانات، نورفشانی های شبانه و آزیم بندی های فراوان می گردید. با این حال در طول تاریخ برخی از گروه های سلفی مانند وحابیت با برگزاری جشن میلاد پیامبر مخالفت کرده و آن را بدعتی ناروا دانستند. به باور غلط آنان جشن‌های های مذهبی باید تنها به عید فطر و عید قربان محدود شوند و جشن میلاد پیامبر را یک بدعت در دین تلقی می کنند. این اختلاف نظرها باعث شده است که در برخی از جوامع اسلامی جشن میلاد پیامبر با محدودیت هایی مواجه شود. اما علا رقم مخالفت های این گروه های سلفی و منحرف مراسم میلاد پیامبر همچنان در میان مسلمانان جهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در هر گوشه ای از جهان اسلام به شیوه های مختلف برگزار می شود. این مراسم فرصتی برای تعمل و یادآوری محبت و احترام عمیق به رسول خداست که همواره در قلب و روح مسلمانان جای دارد. با وجود تلاشهایی که برخی جریانهای فکری برای ایجاد تفرقه در صفوف مسلمانان انجام میدهند ارادت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همچنان به عنوان محور اصلی مسلمانان باقی مانده و جشن میلاد آن حضرت فرصتی برای تعمیق این محور معنوی است